بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز انتشارات مسجد وزیر محمد اکبر خان تقدیم می کند سلسله خطبه های نماز جمعه از دکتر محمد ایاز نیازی. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه قسمی که از آیه مبارکه تلاوت شده هو ایداست، امروز خواستیم صحبت مختصری پیرامون امانت و امانتداری، ارزش و جایگاه امانت از دیدگاه دین مبین اسلام و کی مستحق است که نزد از او امانت گذاشته شود و کسانی که امانت میگذارند از طرف خداوند به وا چی پیام است و اختیار این موضوع به این مناسبت است که در این روزها تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان به خاطر تشکیل پارلمان آینده به حیث وکیل و نماینده مردم خود معرفی می کنند و بزرگترین امانت مسئولیت اجتماعی و سیاسی است. به این خاطر و به همین هدف مناسب دیدم که امروز لحظات پیرامون همین مسئولیت بزرگ صحبتی داشته باشیم و همچنین مختصر پیرامون ویژگی های نظام سیاسی اسلام صحبتی داشته باشیم. شک نیست که همانطور که اسلام عزیز در عقیده، در عبادت، در نظام خانواده، در نظام مالی، در نظام بین الدول یا بین المللی دارای مشخصات است، دارای ویژگی های است که قوانین وضعی و نظام‌های معاصر تا کنون نتوانستند به او مستوا ارتقا کنند. همچنین اسلام عزیز در نظام سیاسی خود دارای ویژگی‌هایی است که هیچ ضرورت ندارد که از کسی چیزی را به استعاره بگیرد و به او چیزی پیوند داده شود. خطاب الله است: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. امروز ما دین شما را به پایه تکمیل رساندیم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودیم و دین مبین اسلام را به حیث جامع ترین، کامل ترین و دین ابدی و دستور حیات برای شما پسند کردیم. خداوند میگه بناً اسلام در تمام جوانب خود دینی کامل است. هیچ ضرورتی ما نداریم که زیر یک پروتکل یک چیزی را از دیگرها بگیریم و در کدام جایی که اسلام نقص دارد او را پیوند کنیم. دیگرها از ما گرفتند،
دیگر را از ما گرفتند. ولی متاسفانه ما نتوانستیم که برنامه خدا، دین خدا به شکل درست درک کنیم، بفهمیم و بتوانیم که چه قسمی که اولی امت با قیادت رسول اکرم علیه السلام، یارانشان، خلفای راشدین توانستند که توسط نظام سیاسی اسلام و توسط دین مبین اسلام تمام بشریت از تاریکی های جهل نجات بدهند. شاید در ذهنتان سوالی مطرح شود که در اون وقت انسان ها در جهل، در غار و در کوه زندگی می کردن. از انسانی قرن 21 اصلا انسان روشن فکریست، انسانیست که دیگه به اسلام ضرورت نداره و تو از یک نظام 14 قرن پیش صحبت میکنی، در حالی که انسان در کره ماهتاب پایین میشود. سوال بیجاست. ما از کره ماهتاب و از تکنولوژی بحث نمیکنیم، ما از بم اتم بحث نمیکنیم، از انرژی و برق بحث نمیکنیم، از هواپیما بحث نمیکنیم، از مکوک فضایی و یا خلاپیما بحث نمی کنیم، از پایین شدن انسان به سطح ماهتاب بحث نمی کنیم، بلکه به سطح مریخ اگر پایین شود بحثی نداریم با او، از انسانیت سردرگم بحث می کنیم، از انسانی که جایگاه خود از دست داده بحث می کنیم، از انسانی که امروز مکرمترین مخلوق خداوند وظیفه خود از دست داده است از او بحث می کنیم، از انسانی که منهج الهی را پشت سر گذاشته است به حیث خلیفه و زمین خداوند را آفرید، وظیفه خدا فراموش کرد. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خلافت وظیفه توست. در وقتی تو او جایگاه خدا دوباره به دست میاری، در وقتی او مقام والای خدا به دست میاری، که تو منصب خدا به دست میاری که او خلافت است، ما از همچنین انسان بحث میکنیم. تکنولوژی چیزیست؟ ثقافت و فرهنگ چیزیست؟ تکنولوژی انسان نمی سازد، انسان تکنولوژی می سازد. یک انسانی که بمی اتم می سازد و هدفی از او از بین بردن کره زمین باشد، آیا ما می تانیم بگیم که او برای انسانها الگوست؟ ولی او انسانی ده که خدا فرستاد که به تمام کائنات رحمت باشد، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او میتونه که به تمام بشریت الگو باشد، مقتدا باشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله به شما بهترین الگو هست. بحث من سر این موضوع است، لذا من از این بحث نمی کنم که ما مسلمان ها نظام اسلامی را، اسلام در زندگی خود عملی ساختیم، دیگران را بگیم که مثل ما بیاین شما هم اسلام در زندگی خود عملی بسازیم. نه خیر، بلکه به دیگران میگم ما مسلمان ها متاسفانه نتوانستیم که این مسئولیتی که به ما سپرده شد به شکل درست، ایرا این امانتی بزرگه درک کنیم، بفهمیم، بدانیم، با او ایمان داشته باشیم، در زندگی خود را عملی بسازیم، در زندگی فردی و اجتماعی، در زندگی اداری و سیاسی، در زندگی بین دولی و همچنین در زندگی خانواده. شما مطالعه کنین، بیاین چه قسمی که قرآن پیام دارد، و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم، با ما خطاب است با کسانی که مورد خطاب خداوند است، میگه اگر شما روی میگردانین، اگر شما به دین ضرورت ندارین، اگر شما مسئولیت خود نمیتونین پیش ببرین، پیش الله تعالی بسیار آسان است قومی دیگر، امتی دیگر، ملتی دیگر را خداوند انتخاب میکند به خاطر حمل این رسالت مقدس. اونها با مثل شما نمیباشند، اونها رسالت خود درک میکنند، اونها مقام و جایگاه والای انسانیت را درک کرده، رسالت الله تعالی را حمل کرده، او را در محلش وضع می کنند. دوستای نهایت عزیز، قسمی که خدمتتان عرض شد،
اسلام دارای نظامی است که انسان و انسان زندگیش منظم می سازد در چوکاتی یک سلسله حقوق و مکلفیت های متبادل. دارای نظام عقیدوی است که پیوند انسان به الله تعالی در چوکات توحید و یکتاپرستی و محبت محکم می سازد. دارای نظام است که ما چه قسم بتانیم که اداره داشته باشیم، اداره مسئول، اداره مسئول که هر فرد بتواند با آزادی تام با قائد در جایی که اشتباه میکند، با مسئول در جایی که خطا میرود آزاد انتقاد بکند، و مسئول قسمی که بعد از پیوستن پیغمبر محبوب من صلی الله علیه و سلم بر رب العالمین مسئول است به نام خلیفه رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، و بعد از او مسئول است به نام عمر رضی الله عنه، و بعد از او به نام عثمان رضی الله عنه، و بعد از او به نام علی رضی الله تعالی عنه، مسئولی که به مردم خطاب میکند که اگر راست رفتم کمکم کنین، اگر کج شدم از دستم بگیرید. کسی از مابین مردم دست خود بالا میکنه، در مقابل مسئول میگه اگر کج شدی با شمشیر راستت میکنیم، اگر کج شدی با شمشیر راستت میکنیم. او به زندان انداخته نشد و مسئول شکر میکشد که در مابین امت محمد علیه الصلاة و السلام چنین انسانهای مخلص وجود دارد که با جرأت و با آزادی عام و تام به خلیفه اسلام میگه اگر کج شدی با شمشیر راستت میکنیم. ما چنین نظام داشتیم و داریم که جهان، اگر در هر گوشه جهان امروز روشنی دیده می شود، برکت شعای همان نظام اسلامی است که امروز اروپای آبادی در کره زمین وجود دارد، وگرنه اروپایی ها قبل از آمدن خلافت اسلامی به قاره اروپا در جنگل زندگی می کردند. بنابراین وقتی که دوستی عزیز، باز هم جمله خود تکرار می کنم که ما به حیث مسلمان وقتی که یک مسئولیت می خواهیم که به دوش بگیریم، ببینیم که در اینجا اسلام چی پیامی دارد. اول باید گفت نظام سیاسی اسلام کاملا از دموکراسی غرب مشخص است، دارای ویژگی های مشخصی است که هیچ ضرورتی به پیوند ندارد. امکان دارد وجوهات مشترکی در مابین نظام سیاسی اسلام و دموکراسی باشد، اما این به این معنا نیست که اسلام این خوبی ها را از دموکراسی گرفته، بلکه دموکراسی اگر خوبی هایی داشته باشد از اسلام گرفته است که دینی فطرت است. نظام سیاسی اسلام در سه بعد و در سه اصولی جامع تفکیک می شود از نظام های بشر ساخته، یا آنچه که به دست بشر ساخته می شود. اول با قانون قوی و جامعش، دو با دقت تام در انتخاب، سه اصلی که هرگز هدف وسیله را مباح نمی سازد، که سر سه نکته بحث می کنم. نظام سیاسی اسلام دارای قوانین است که او قوانین استوار است بر چند اصول عمده: کتاب خدا، سنت رسول الله، اجماع علمای امت،
قیاس، عرف پسندیده، استحسان که اصطلاحات اصولی است، ضرورتی نیست که بالای هر کدام از این تشریح کنیم که خلاصش بیان میکنیم. و دیگر دلایل و مصادیر شرعی، مشروعیت خود نظام قوانین اسلام از این چند چیز میگیره که در رأس همه کلام الهی قرار دارد. وحی، دوم سنت پیغمبر که وحی خفی گفته میشه، سوم اجماع علمای امت که وقتی که یک قضیه حکم از او در قرآن و سنت پیدا نمیشد، یکی از خلفای اسلام همه علما را جمع میکردن، با ایشان مشوره میکردن که در این باره نظری علما چیست. چنانچه در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه درباره میراث مادر کلان یا جده دلیلی پیدا نشد که برای جده یا مادر کلان میراثش چه مقدار است. اینجاست که حضرت ابوبکر صدیق علما را خواستند و در نتیجه به اصطلاح نکته تصویب شد قانون که میراثش یک به اصطلاح بر شش یا سدس گفته می شد، یک بر شش میراث مادر کلان و یا جده است. مثال اجماع را خدمتتان عرض کرد. قوانینی که سرچشمه از او وحی الهی باشد، مقننی از او رب العالمین باشد که مکلف بسازد، عظیمترین پیغمبر را محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم توسط عظیمترین کتاب، بزرگترین دستوری زندگی که برای سعادت انسانها قوانینی وضع کند، فرق میکند با او قانونی که پنج نفر یا شش نفر که امکان دارد که بعضیشان مبتلا به شراب نوشی باشد، بعضشان به چیزی دیگر باشد، بشینن یا ده نفر یا صد نفر، قانونی را آنچه که از ذهنشان تراوش میکنند وضع بکنن و ادعا بکنن که این قانون تضمین کننده سعادت و نیکبختی برای انسان هاست. ببین تفاوتی را از کجاست تا به کجا. قوانینی که در او اصلا قضیه طبقات مطرح نیست، طبقه مسئله رنگ و بو مطرح نیست. او خالق همگی، هدف اساسی از او تامین عدالت، سیاه و سفید در اونجا یک چیز است. حتی کافر و مسلمان در پیش روی قانون، زن و مرد، خرد و کلان، عرب و عجم، عالم و جاهل، همگی در پیش روی قانون یکسان هستند. خلیفه وقت قاضی استاد میکنه در پالوش یک یهودی، خلیفه وقت امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنه دعوا میکند بالای یهودی که لباس جنگی مرا یا زری جنگی مرا ای آدم سرقت کرده است. قاضی شرعی پرسان میکند که شاهد، میگه حسن فرزندم، میگه اصلا شهادت فرزند به نفع پدر درست نیست از نظر قضا، یک و دیگر نصاب شهادت دو اصل عقل، تو خو یک نفر. فیصله میکند به حق یهودی. با ما پیدا کنید چنین مثالی برام پیدا. درست است، ما نمیگم که فعلا ما مسلمان ها به این قانون پابند هستیم و این را میفهمیم، ولی این زنده است، این تاریخ ماست، این افتخارات ماست. کتاب خداوند از الف تا یا محفوظ، سنت پیغمبر، تاریخ خلفای اسلام، افتخارات ماست که همگی الحمدلله به آب طلا، به خط طلا در قلب و اوراق تاریخ نوشته شده است. عدالت، قوانینی که هدف از او تأمین عدالت است در زمین. دوم، قضیه انتخاب. در نظام دموکراسی غرب چیزی که زیر نام الکشن یا انتخابات مطرح است، در اونجا
هیچ معیاری دیده نمی شود که برای انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظر گرفته شده باشد. متاسفانه فقط کلمه انسان، کلمه انسان. ولی در نظام اسلام یا سیاسی اسلام دو جانب مورد بررسی قرار داده میشه. انتخاب کننده اول، انتخاب شونده ثانیا. نظرت به کی میتی؟ به احمد. نامتان؟ محمود. عمرتان؟ 40 سال، 45 سال. معلوماتتان؟ این قدر. انتخاب کننده یا رأی دهنده در نظام سیاسی اسلام موردی بررسی و ارزیابی قرار میگیرد که شرط رأی دهی در این آدم هست و یا خیر. وقتی خداوند مورد خطاب تو را قرار میده، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بزرگترین امانت تو گرفته ای به کی میدی؟ آیا تو شروط هست که امانت به کسی بسپاری و تفکیک کنی که کی مستحق حمل امانت است؟ اینجاست که مورد بررسی قرار میگیری، مورد ارزیابی قرار میگیری. نه این که خلاص ما حق دارم، اختیارم که به چرچی میتون، به بنگی میتون، به شرابی میتون، به قاتل میتون، به سارق، به رهزن، به هر که نخیر. تقوا در رأس همه چیز. تو در صورتی حق رای دادن داری که خودی تو پابندی احکام شرع باشی. دو، علم و دانش کافی که در مابین تلخ و شیرین تفکیک کرده بودن. علم و دانش که در مابین تلخ و شیرین تفکیک کرده بودن. دور بودن از هر نوع تعصب مرضی است که در هر قلبی این مرض راه پیدا کرد، با ایمان خداحافظی کرد. خلاص برابر است که تعصب قومی باشد، تعصب سمتی باشد، تعصب قبیلوی باشد، تعصب نژادی باشد، هر چی که باشد. یک جمله پیغمبر بزرگوار صلوات الله و سلامه علیه می فرماید، کسی که زیر بیرق تعصب کشته می شود، مرده از او مثل مرده یهودی و یا عیسوی و نصرانی است. خلاص تو با دینت خداحافظی کرد، تو باید تعصب نباشد. و همچنین هدف رضای الله تعالی باشد. این چند چیزی است که خلاصه شد از شروطی که در رأی دهنده اسلام در نظر گرفت. میریم طرف رأی گیرنده یا منتخب یا کاندید. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که از زندان کشیده شد، نظری بسیار عالی دادن به پادشاه مصر. پادشاه مصر وقتی که فقاهت و فهم و درک و به اصطلاح بینش و علم و دانش حضرت یوسف که دید، سخت متعجب شد. گفت اینک الیوم لدینا مکین امین، تو امروز پیش ما انسانی نیرومند و انسانی با امانت و امانتداری هستی. میخواست که یکی از وظایف عمده، خصوص وزارت فواید عامه که امروز آنچه که قرآن اشاره میکند چند وزارت در بر میگیرد، وزارت خزانه، مالیات، وزارت فواید عامه، وزارت زراعت. چرا از خواب به پادشاه گفت که 7 سال قحطی میآید و 7 سال بعد از قحطی، 7 سال سری می آید و 7 سال بعد از سری قحطی می آید. گفت چی باید کرد؟ گفت شب و روز مصری ها باید سرگرم زراعت باشند تا اینکه در سالهای قحطی پیششان همه چیز تیار باشد و بتوانند که هم خودکفا باشند و بتوانند که به دیگرها هم صادر بکنند مواد خوراک را. گفتی وظیفه ای توست.
یوسف علیه السلام دو جمله دیگر خودشان افزودند: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. ای وظیفه را به من بگذار، چرا که دو صفت دیگه ایست که حفیظ، نگهبان، امانت دار، علیم، دانشمند. دوست عزیز، کجا تو و کجا یوسف علیه السلام؟ تو وقتی که با همه احترام، ما خوش میشم که در وطنی عزیز من برادرهای دانشمندی داشته باشم، همشیرهای دانشمندی داشته باشم که اونها به این ملت خدمت بکنن، اونها مستر خدمت و خیر به ملت خود شوند. ولی متاسفانه با مایکروسکوپ در تو سواد دیده نمی شود. وقتی که پوستر خودت چاپ میکنی، لا اقل دو صفحه پیرامون شخصیتت خود وصف کرده ای. می تو رسوم دانشیم، تجربه کاریم، آینده افغانستان، براتان کلینیک می سازم، سرکار جور میکنم، برق میارم. اولا تو کی؟ وزیر صحت عامه خود دیگه کس است. ما مکاتب براتان میسر، تو جناب وزیر معارف نیستی. شفاخانه ها براتان میسازم، ای خوب کاری تو نیست. من ای تو رسم، او تو رسم، او تو رسم، رأیتان به ما بتین. برادر بیا که به مو پیغمبری که دوستش داری، یقین دارم که پیغمبرت دوست داری. اگر تو ما خودت هر دمان از خطی از او دور هستی، بیا که یک سر میزنیم که در این باره چی پیامی دارد و یک مقایسه میکنیم ما بین خودت، ما بین ابوذر غفاری. میگه ذهبت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدمتشان رفتم، قلت و گفتم یا رسول الله الا تستعملنی، ای پیغمبر خدا یگان وظیفه برم نمیتی؟ قائل کیست؟ ابوذر. و ابوذر تقریبا اکثریت تان میشناسی. ای ابوذر یک الگوی تقوا و شجاعت. و در وقتی حضرت معاویه تبرزینش در سر گردنش است و طرف شام حرکت میکنه، در هر جایی که هر کس میبینه که دارایی بیشتری جمع کرده است، تبرزینش بالا میکنه، میگه از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ آیه کریمه را زمزمه میکنه در کوچه ها، در بازار. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. کسانی که طلا و نقره را جمع کردن، زرندوزی کردن، در راه خدا مصرف نمی کنن، با عذاب دردناک بشارتشان بده، خبرشان بده. ای ابو ذر است. همین شخصیت میگه یا رسول الله یگان وظیفه برام بده. میگه یا ابا ذر انك ضعیف، تو یک مردی ناتوان هستی. اینک ضعیف، تو یک مردی ناتوان هستی، از ادای وظیفه بر آمدن نمیتونی. اینها امانه، یک امانتی بزرگ است. و اینها یوم القیامت خزی و ندامه، در روز قیامت باعث رسوایی و پشیمانی است. الا من اخذها و ادى الذي عليه فيها، مگر کسی که ایرا بگیرد، حمل کند و بتواند که امو مسئولیت خود ادا بکند و امو حق که و مکلفیتی که بالایش هست از خلال امانت او را ادا کرده بتاند. ولی تو را در این تیپ نمی بینم. پیغمبری بزرگوار با صحابی جلیل قدر حضرت ابوذر غفاری چی میگن؟ انها امانه. عبدالرحمن بن سموره رضی الله تعالی عنه، فاتح افغانستان، به نزدی بعضی تاریخ نویسه ها و سیرت نویسه ها، حتی در بعضی روایت آمده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برش گفت اذهب الى کابل، به کابل برو. به این خاطر است که بعضی تاریخ نویسه ها میگن از جمله در رأس فاتحین کابل، کابلستان که این همه مناطق در بر میگیرد، حضرت عبدالرحمن ابن سموره قرار داشت که به امر پیغمبری بزرگوار علیه الصلاة و السلام مکلف شده بود. اگر چه فتح افغانستان
بعدها شد، ولی از او وقت توظیف شده بود کسانی که به خاطر نشر اسلام و پخش نور به این سرزمین آمده بود، که از افتخارات ما افغان هاست که این سرزمین به دست صحابه فتح شده است و نور خدا در این سرزمین پیاده شده است. و عبدالرحمن سمرا میگه یا عبدالرحمن، میگه بله قربان بفرمایید، میگه لا تسأل الاماره، هرگز وظیفه را طلب نکن، فإنک این اعطیتها عن مسئله وکلت الیها، اگر برد وظیفه داده می شود به اقصاص تقاضای خودت، خداوند دست کمک پس می کند و تو را به حال خودت می سپارد. بدون کمک خداوند کس نمی تواند یک قدم پیش برود. و این اعطیتها من غیر مسئله او عن غیر مسئله اعنت علیها، اگر تو تقاضا نمی کنی و برد داده می شود بنا به شایستگی که در تو باشد، خداوند کمک کرده میگه کمک کرده میشه، از طرف پروردگار حمایت و حفاظت میشه. دوست عزیز، برادری عزیز که دوست دارم، مادری مهربان، همشیره نهایت ارجمند، وقتی که تو به خاطر بدست آوردن چنین کاری که دماغ خودت او توان نبوده که امانت حمل بکنی و ایر ادا بکنی، مرتکب صدها دروغ میشه، صدها پروپاگند، با میلیون ها مصرف به خاطر خریدن آرا زمیر و وجدان دیگرا، و آنچه را که به دست میاریم چیست؟ آیا تضمین میکنی که در آینده آنچه که میگی و همه را تو بدون کمک خداوند لاف زده رایست؟ ما ایطور میکنم که اوطور میکنم که ایطور می به حیث یک مسلمان برد میگم، این مکلفیت و مسئولیت ما است که در روز قیامت خداوند از گوشم گرفته کش میکند که در مسجد جامع وزیر اکبر خان صدها تن از برادرای مسلمانی تو آمدن نماز خواندن، وقتی که خود کاندید کردن در اینجا چرا پیام رسول الله را برشان نگفتی؟ پیام مرا چرا برشان نگفتی؟ این مسئولیتم است که به نزد خداوند خدا از ما پرسان میکنه، رسولم از ما پرسان میکنه که به حیث یک طالب العلم مسلمان در یک کشور اسلامی که این برادرها با تو نماز میخوانند، آواز تو به گوش خواهرات میرسید، چرا در اینجا یک کمک واری روشنی نانداختی؟ اینجاست دوستی عزیز، میخواهی که موفق باشی، کامیاب باشی، بیا ببینیم که رای موفقیت در کجاست. رای موفقیت قسمی که گفته شد در آنچو که خدا و رسول به ما داده است، نظامی که از طرف خدا و رسول تصویب شده است که ارزیابی میشه، میریم طرف ارزیابی کاندید، از موضوع دور نریم که کاندید دارای چه مشخصاتی باشه. تقوا در رأس همه چیز قرار، ترس خدا، تا به وقتی که ترس خدا نباشد، ترس خدا از چی پیدا میشد؟ از وجدان بیدار. وجدان بیدار از کجا میاد؟ از ایمان قوی. او ایمان است که همیشه در قلب تو خوف خداوند را که خداوند همیشه حاضر و ناظر گویا میبینی. بعد از او علم و دانش کافی، تجربه فوق العاده، توان تأمین عدالت و همچنین دور از هر نوع تعصب، دلسوزی به امت محمد صلی الله علیه و سلم، قربانی در راه مشکلات، فهمی درست احکام شرع، ای همه چیزی است که تو را متأهل می سازد که ای امانت حمل بکنی. بلی در جایی که در قریه، در منطقه، در شاری، در گوشه ای که کسی غیر از تو وجود نداشته باشد، خداوند امو انرژی که به تو داده به دیگه کس نداده، امو تقوایی که به تو داده به دیگه کس نداده، امو توان و تجاربی که تو داری دیگه کس. اینجا جایز است که مثل حضرت یوسف علیه السلام خود کاندید کرد، خود کاندید کنی، ولی لاف نزن با وجود این همه
هرگز تو یوسف شده نمیتانی. او پیغمبر و او پادشاه عادل که نظری مبارکی از اوست که مصر تمام کشورهای همجوار خود در 7 سال قحطی غله صادر میکند، که از خلال همین بود که برادرانش از فلسطین آمدن به خاطر غله خری و بالاخره با برادر خود دیدن و با یوسف ملاقاتشان در نهایت امی شد که برادرشان برادرای خود خواست و پدر خود خواست به مصر. دوست عزیز، یک نظر به قرآن بگذار. عزیز سر و صداهای غرب، اینا خود چی شدن که به ما شود؟ فاقد الشی لا یطی. درست است، شاید در برابر استبداد و دیکتاتوری جوانبی مثبت دموکراسی داشته باشد، اما وقتی مقایسه شود با نظام خدا هرگز امکان موازنه و مقایسه نیست. صدها بدبختی را به بار می آرد، با میلیون ها پولی که مصرف می شود به خاطر رسیدن به چوکی پارلمان. اگر این پول در فواید عامه به کار برده شود، از این پول شفاخانه ها ساخته شود، از این پول پروژه های عام المنفعت ساخته شود، از این پول وطن عزیز آباد شود، از این پول فقرا و مساکین ایتام و یتیمای بی سرپرست که در آفتاب سوزان بالای سرشان آسمان و پایین زمین افغانستان است، این وطن آباد آزاد می شود. اینجاست دوست عزیز که باید خدا اصلاح بکنه. درست است، بسیار عالی، بسیار خوب. اگر توانی خدمت داری بسم الله پیشو، اگر کار کرده میتونی بسم الله پیشو، ولی به نیت اصلاح. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، حضرت شعیب میگه من فقط اراده اصلاح را دارم در چوکات توان خود، ولی بیاید که از این مرض دور شیم. درست است، تو کاندید خود داری و احمد کاندید خود دارد، نباید اختلافات در کاندید باعث سلاح کشی شود، باعث بدبختی شود. خانه فلانی من 4 سال است که نرفتم. چرا؟ ولا ما در کاندید در کمپاین فلانی بودیم، او در کمپاین فلانی بود، او در قار خدا شوی. لعنت خدا به چنین کمپاینی که باعث در هم پاشی و قوت اسلامی شود. این در کمپاین فلانی بود، چیزت میشه بیادرم میشه، در کمپاین فلانی رای داده. به می خاطر ما 4 سال است که امروش گپ نمیزنیم، فخرم میکند. لعنت خدا به چنین کمپاین، لعنت خدا به چنین نظامی که زخمهای رو گرفته را دوباره میخارد و چنین روشی که انسان مسلمان تو ببین بزرگترین گناه غیبت است و از او بالاترین گناه تهمت است. تو فقط به خاطر از اینکه به تو رای بودن، به محمود رای نتن، در مجلسی که میشینی اولین نقل دسترخانت کوبیدن محمود است. او آدم ایطور است که ایطور است که 150 عیب در او ثابت میکنه. کل هدف چیز که او را بکوبی، از نظر مردم پایین بیندازی تا اینکه مردم به تو رای بودی. هم لعنت خدا به چنین رای گیری، لعنت خدا به چنین انسانی که به این شکل رای میگیرد. ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت برادر خود اون برده باشه و بخورد؟ بد میبینید، این ناپسند است. یک کسی گفت یا رسول الله، یک کسی عیوبش ذکر شد در مجلس پیغمبر علیه الصلاه و السلام. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که غیبت نکنیم برادر مسلمان خود. گفت یا رسول الله امی عیوب دو هست. گفت امی عیوب هست که عیبش ذکر میکنین که غیبت هست، اگر نباشه و چیزی بوینی بهتان هست. این دستاورده های متاسفانه دموکراسی غربی است. به جای از اینکه زخمه های ما روی بگیرد، بگم زخمه های ما خاریده میشه. سنگرگیری به پول، سنگرگیری در مقابل یک دیگر به آبرو و عزت یک دیگر بازی کردن که ما باید چوکی برسیم. لعنت خدا به چنین چوکی که در هر قدمی که به طرف یا حرکت میکنی از نظر دروغ، پروپاگاند، خودخواهی، تهمت، غیبت، پول مصرف کردن، پول حرام،
انسانها را خریداری کردن، در هر قدمی که به طرف یو چوکی حرکت میکنی لعنت خدا بالاید میبار. از خدا بترس، نکن، از خدا بترس. بله، نظام اسلام، رایگیری و شورا اساس است در اسلام. در قرآن در سپاره 25 سوره شورا داریم، و امرهم شورا بینهم، سوره شورا داریم، قسمی که گفته شد وقتی که ارزیابی شد رأی دهنده و رأی گیرنده، 51 نفر یک طرف، 50 نفر یک طرف، 51 نفر رأی میبرن، اکثریت محترم است. اما آنچه که تو داری در اونجا مسئله ارزیابی رأی دهنده و رأی گیرنده نیست. 101 نفر که بارها این مثال از ایک، 101 نفر بدماش، راهزن، دوست، مختلس، حرامخور در یک صف قرار میگیره. 100 دانشمند در یک صف قرار، 101 نفر باید کامیاب شود طبق نظام دموکراسی غرب. قرآن میگه و این تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر اکثریت ها را در روی زمین تو پیروی کنی تو را گمراه می سازن، از رای خدا بیرون می رانند. اینجاست که اکثریت بدونی سنجش، اکثریت های بدون ارزیابی، بدون موازنه، بدون وزن در میزان عدالت و اسلام و شروطی که اسلام وضع کرده است برای رای دهنده و رای گیرنده، بدون از او، همان مصداق گفته اقبال است که گریز از طرز جمهوری غلام پختکاری شو که از مغز 200 خر عقل انسان بر نمی آید. دوستای نهایت عزیز، باز هم ما در یک عملی انجام شده قرار داریم، به این معنا که خوب است اگر چنین پروسه پیش می رود، پروسه انتخابات پیش می رود. اولا خواهری عزیز، برادری عزیز، ببین که تو چیزی کرده میتونی یا نمیتونی. اگر چیزی کرده میتونی نمیتوانی، با کمک خداوند و همکاری ملت عزیز خود و مردم که او برادرها، ما یک جذبه خدمت دمه است. اگر الله به ما کمک کنه و شما به ما کمک کنین، انشاءالله در چوکات توانم امکان داره که مستر خدمت تان شو. پول ندارم، دلار ندارم، امکان داره که از مکه در بیادرها و خواهرهای لایقتری وجود داشته باشه، ولی یک جذبه خدمت دارم. شما به ما همکاری بکنید، با همکاری شما امکان دارد که به یک جایی برسیم، به جای از اینکه به اصطلاح داخل یک مجلس، یک پارلمان، اگر طور مثال 200-300 نفر انسانای منفیس، اگر 200 انسان خوب در او ما بین باشد، قضیه معاملگری مطرح نشود و جذبه ایمانی باشد که خدمت به وطن بکنن، کاری خوبی است. ولی نگو که ما همه چیز میفهمم، ما از دیگرا بهتر هستم. قرآن میگه فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، خود تزکیه نکو، خود تعریف نکنین، خداوند خوبتر میداند که انسانی مقبول با تقوا، پرهیزگار و مناسب کیست. یک زن پرسان کرد پیغمبر علیه الصلاه و السلام، گفت مسمک، نام چیست؟ گفت بره. نام ما گفت نیکوکار. امروز خب ما و شما ماشاءالله نام ها من به خلاف اعمال من است، نام ملک القاب من، بعضی پرهیزگار و بعضی هوشمند و بعضی عقلمند. در هوشمند من به مایکروسکوپ هوش دیده نمیشه، در عقلمند من به مایکروسکوپ عقل دیده نمیشه، در پرهیزگار من با مایکروسکوپ پرهیزگاری دیده نمیشود. ولی تحمل قدر است. گفت ان نسمک، گفت بره، گفت نیکوکا، گفت لا، اسمک زینب، نام تو را من زینب ماندم. فلا تزکو انفسکم، خود تعریف نکنی، خود تعریف نکنی، خود تزکیه نکنی. دوستی عزیز، به فکر خودی من خسته نشوی، چیزایی بود که باید بشنویم، باید در زندگی خود بس چه قراسی حرکت بکنیم. با کس وعده ندی، از جمله علایم نفاق
پیغمبرت میگه و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده کرد خلاف ورزی میکند و همون طورم شد. تعداد زیادی از کسانی که کسانی را به پارلمان رساندن ها خاک به سر ما میگه چی اشتباهی بزرگ شد. احمد به پارلمان رساندیم دیگه هیچ از ما پرسان نکرد، وعده های دادگی خود فراموش کرد. و اذا تمن خان، یکی از جمله علامه نفاق همیست که امانت به او سپاریده میشد در امانت خیانت میکند. این امانت است، آیا میتونی که پیش ببری یا این که دیگه خیانت میکن؟ اینجاست که به صدق و صفا حرکت بکنی، رضای الله را در نظر گرفتن، رضای پیغمبر را در نظر گرفتن و حقوق ملت خود را در نظر گرفتن. به کدام رو؟ فرضاً تو به توسط پول یا زور یا هر قسمی که شد، یا دروغ یا فریب یا مکر، یک بار به چوکی رسیدی و آرمانت هم همی بود در زندگی، دعا بکنیم در حق برادرت، دعا بکنیم چی گپ است؟ بخیر خدا کاندید کرده گیسی، یعنی به چوکی میرسی؟ در شبام شاید اگام وقت بخیزی تحجیل خدا یادی که آرزو من میز که یک بار مرا دمو چوکی بشانی، دمو چوکی یک بار که به حیثی وکل سید مرا خطاب کنن، چی چوکی مقبول و چی یک مجلس خوبی است. این مسئولیت چوکی را خلیفه اسلام عمر ابن عبدالعزیز در کرد. خلیفه قبلی در خط سربسته وصیت کردی بعد از من بچه کاکام عمر ابن عبدالعزیز خلیفه باشه. در وقت مرگ سلیمان ابن عبدالملک بود، برش گفتن که خلیفه را جاینشین خود بگو، گفت نوشته کردم. با مجردی که سر کاغذ باز شد، وصیت خلیفه خوانده شد که بعد از من عمر ابن عبدالعزیز چیغ زد و به زمین افتید، گفت خدایا این چه مصیبتی است؟ فقیه امت محمد نواسه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، قوی ترین شخصیت امت محمد، فقیه، عالم، سیاستمدار، عادل، چیغ زد و به زمین افتید، گفت خدایا در بزرگترین بلا مرا مبتلا ساختی، خدایا از دستم بگیر. و خلیفه راشدی اسلام وقتی که نامش خوانده می شود و زمین بیهوش می شود از ترس خدا می افتد. در قصر خلافت زندگی نکرد، لباس پادشاهی و امارت نپوشید، بالاخره در نتیجه عدالت این شخصیت مبارک اسلام گرگ با گوسفند یک جا آشتی کرد، خزانه ها بیت المال ها پر شد که امروز به نام صندوق جهانی است. کسی قریه به قریه، شهر به شهر زکات خود گرفته میگشت، زکات خور پیدا نمیشد در قلمرو امپراتوری و خلافت اسلام. برکت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه، یک کمک واری به حیث یک برادری مسلمان میگم، برادری مسلمان، خواهری مسلمان، همه چیز میبینی و میخوانی، چرا یک بار به سیرت خلفای اسلام بر نمیگردی؟ نظام سیاسی اسلام از خلال سیرت پیغمبر و سیرت و تاریخ درخشان اسلام نمیخوانی که کمک واری کنترل شو، با ایمان و وجدانت بازی نکنی، با ملتت بازی نکنی، با سرنوشت مردم. اگر وقتی که برگشتی راه روشن میشه، با خداوند اتکا کردی، چنانچه که در حدیث شریف خواندیم و اذا اعطیتها من غیر مسئله، وقتی برد داده شد بدون از اینکه خود حرص داشتی یا خواستی، اعنت علیها، خداوند کمک میکنه، الله از دستت میگیره، راهی راست برد نشان میده، راهی درست برد نشان میده، از انسانهای منفی دور نگاه میکنه، رأی خوب برد الهام و تلقین میشه، مستری خدمت قرار میگیری. راه راهی مصطفی است، راه راهی مصطفی است، دیگر راهی نیست غیر از راهی مصطفی، هر راه گمراهی است. با مصطفی برسند خیش را که دین همه اوست، اگر به او نرسیدی تمام بولهبی است. خداوند بلطف و کرم از ما راضی باش و راضی شو، خداوند بلطف و کرم توفیقی به ما بده که دینی خدا بفهمیم.
اسلام خدا بفهمیم، شریعت خدا بفهمیم، قرآن خدا بفهمیم و در زندگی خود را عملی بسازیم. اللهم صل علی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک. در نهایت یک چند کلمه پیرامونی فضایل ماه شعبان معظم خدمتتان عرض میکنم. دوستای نهایت عزیز، که انشاءالله در مابین رمضان مبارک و ما و شما روزهای کم مانده است، کمتر از یک ماه، امکان داره 24 روز یا 25 روز مانده باشه، و این ماه مبارک شعبان ماهی است که مقدمه است که ما تمرین میکنیم به خاطر استقبال رمضان مبارک. به این خاطر است که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم در این ماه روزه میگرفتند و در این ماه بیشتر عبادت بکنیم. در این ماه اگر روزه میگیریم، عبادت میکنیم، یک نوع آمادگی است به خاطر استقبال رمضان مبارک. چرا؟ چرا در شعبان تیاری داشته باش؟ چرا که قبولی هر عبادت با دو شرط گره خورده است: اول تخلی، دوم تحلی. تخلی به این معنی که از تمام صفات قبیح و ناپسندی که مانی قبول روزه می شود باید از حالا ما خدا دور کده برو. یک انسان وقتی که میخواد لباسی نو و جدیدی را بتن کند، اول غسل میکند، بدن خود پاک میکند. انسان عاقل بالای بدنی که در او چرک باشد هرگز لباس نمیپوشد الا در حالت ضرورت. تخلی لازم است که باید تخلی داشته باشیم، یعنی از تمام صفات قبیح. طور مثال از امیالی شروع میکنیم، از این بعد دیگه غیبت نمیکنیم. چرا؟ غیبت روزه را از بین میبرد. از امیالی توکل به خدا شروع میکنیم که دروغ نمیگیم، دروغ ثواب روزه را از بین میبرد. از امیالی به لقمه حلال خدا عادت میتیم، لقمه حرام باعث از بین بردن روزه است. از امیالی توکل به خدا با یک جهاد علیه نفس، با رشوت بایکات میکنیم. چرا؟ رشوت باعث از بین رفتن ثواب روزه و رمضان است. از اختلاس، از ظلم، از دروغ، از بهتان، از قطع روابط با برادر و خواهر مسلمان از امیال شروع میکنیم. به می خاطر است که در ماه شعبان معظم که ما دارای ویژگی ها و خصوصیات و فضائل زیاد است، چون وقت کم است و برادرها در آفتاب شیشتگی استند، به این خاطر زیاد تماس نمیگیریم. حکمتی عبادت در شعبان هم همیست که انسان تخلی را در نظر میگیره. به این معنی که ما خود از تمام صفات قبیحه، صفاتی که مانی قبول روزه رمضان می، مانی عبادت می شود، از او خود پاک می کنیم. تحلی صفات خوبی را می پوشیم، لباس پاکی را بتن می کنیم. دروغ او طرف انداختم؟ صدق. خیانت او طرف کو؟ امانت. خودخواهی را او طرف کو؟ خیرخواهی. بخل او طرف کو؟ جوانمردی و سخاوت. این همه صفاتی است که در رمضان مبارک به اون نیازمند هستیم. نباید عبادت من موسمی باشد که فقط در رمضان خدا را بشناسیم، مساجد پر شود و در غیر رمضان با مساجد، با عبادت و ذکر و اذکار و بندگی خدا حافظی کنیم. ایست از جمله حکمت عبادت در شعبان المعظم و از جمله ویژگی های شعبان المعظم حکمتش همیست که ما بر رمضان مبارک یک آمادگی عام و تام داشتیم. از همین لحظه خدایا با تو، اگر چندی ما ضعیف هستیم، فاکر الهی به ما توفیق بدی که رمضان مبارک همون قسمی که تو میخواهی به مو شکل روزه بگیریم و رمضان باعث سعادت و سربلندی ما بگردد، باعث نیکبختی ما شد، باعث قبول عبادت ما شود و باعث محو تمام گناه ها ما شود و رمضان امسالمان از رمضانهای گذشته به مراتب خوبتر باشد. ملت عزیزمان سربلند داشته باشی، اختلافات و بدبختی را از ما بین ما دور کن، وحدت و یک پارچگی را حاکم بساز. الهی تمام نظامهایی که خلاف قرآن و سنت است از خاک اسلام و از خاک افغانستان دور بکن. الهی نظامی
مبارک اسلام که تمام سعادت ها در او تضمین شده است توفیق بده که در خاک خود و در تمام کره زمین او را عملی بسازیم و پیاده بسازیم. اللهم صل علی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک.